هیئت حکومت افغانستان در روز پیش از پاکستان برگشت، اما هنوز هم وزارت امور خارجه میگوید که نتایج این سفر را به زودی اعلام خواهد کرد. وزارت امور خارجه افغانستان ناگزیر برای فشار آوردن بالای پاکستان از راه دیگر کار خواهد گرفت. قطعا این موضوع در اجندای سفر هیئت افغانستان به ملل متحد و در سخنرانی مقامات ارشد افغانستان خواهد بود، به دلیل از اینکه حکومت افغانستان به هیچ صورت از خونهایی که به ناحق از مردان و زنان و اطفال و کهنساران و جوانان ما در کشور به ناحق ریخته میشه نخواهد گذشت. اما برخی از کارشناسان این سفر هیئت افغانستان را بی دست آورد دانستن، میگویند که بهتر از حکومت افغانستان اسناد و شواهد دست داشتن پاکستان را در حمله های هراس افغانانه با جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در میان بگذارد. سرتاج عزیز وحده همکاری و به خاطر مبارزه با تروریسم برای هیئت افغانی داده، اما چون تصمیم گیرنده به باور ما حکومت ملکی پاکستان نیست، بنان می توانیم این تو تعبیر کنیم که چون نظامی ها از مذاکره ابا ورزیدن، دستاوردهای این سفر اونقدر مؤثر و کارآمد نیست. با این حال برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند که در برابر پاکستان این گونه اقدام باید صورت بگیرد. با آمریکایی ها فشار بیاره، فشار وارد کنه که اگر دوستای استراتژیک ما هستین شما باز اطور کنین که یا با افغانا دوستی کنین، دوستی استراتژیک بکنین، و یا با تروریستا که نظامی های پاکستان هستند. در حال حاضر بر بنیاد آمارها افغانستان سالانه به ارزش بیشتر از 4 میلیارد دلار مواد خوراکه و دیگر نیازمندی هایش را از پاکستان وارد می کند. اما حمله های انتحاری و بمبگذاری ها سبب شدند تا مردم افغانستان در روزهای پسین در برابر واردات تولیدات پاکستان واکنش نشان بدهند. بسیاری ها به این باور هستند که پاکستان در حمله های هراس افغانانه در افغانستان دست داشته است و باید تولیدات این کشور در افغانستان تحریم شود. اما پاکستان همواره دست داشتنش را در حمله های افغانستان رد کرده است. با این حال اتاق تجارت و صنایع این گونه تحریم ها را در کوتاه مدت مناسب نمی داند و می گوید که حکومت باید در نخست بالای تولیدات افغانستان توجه کند. هیچ وقت مردم افغانستان تعصب مذهبی، تعصب قومی و نژادی که سبب جنگ های قومی شد و سبب جنگ های مذهبی شد نداشتیم و نداریم. امیدوارستیم که کشورهای همسایه ما هم مناسبات سیاسی به اندازه خراب نسازن که مناسبات اقتصادی ما مجبورا قطع. با این همه رسانه های پاکستان گزارش دادند که در روزهای اخیر 40% صادرات این کشور در افغانستان کاهش یافته است. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدا آمریکا، کابل.